بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. با سلام و وقت بخیری حضور یکایک شما بیننده های گرامی، مخصوصا شما شاگردان عزیز. خدا کند وقت خوب و خوشی داشته باشید و لباس عافیت و تن داشته باشید. و چهارمین جلسه از موضوعات ریاضی صنف هفتم قرار داریم و موضوعاتی که قرار است در این جلسه مورد بحث قرار دهیم ست کلی و مکمله یک ست، ست های متنعی و نامتنعی، اعداد طبیعی و انشاءالله محور اعداد می باشه. پیش از این که به موضوع یا درس جدید بپردازیم، خوب است که یک مرور کوتاه در ارتباط به درس گذشته داشته باشیم. شاگردان عزیز، ما در درس گذشته در ارتباط به اتحاد ست‌ها، تقاطع ست‌ها و همچنان تفاضل ست‌ها چیکار کردیم؟ آمدیم بحث کردیم و معلومات دادیم و گفتیم که اتحاد دو ست به این معنی که شما بیایم عناصر تمام هر دو ست چیکار کنیم در داخل یک ست بنویسیم. اما جمله اینجوری بود که عناصر تکراری یک بار نوشته میشد، دو بار نیاز نبود. تقاطع دو ست چی رقم بود؟ تقاطع دو ست عبارت از ستی بود که از عناصر مشترک هر دو ست نوشته میشد. دقیقا وقت شما می آمدیم عناصری که در داخل هر دو ست وجود داشت می آمدیم داخل یک ست می نوشتیم، همون می شد چی؟ عناصر مشترک که به نام تقاطع یاد می کردیم. و آخرین بحثی که انشاءالله در ارتباط وضع کردیم بحث تفاضل دو ست بود. تفاضل دو ست گفتیم به شکل A منفی B یا B منفی نشان داده میشه. A منفی B چی معنا میده؟ به این معنی که عناصری که در داخل ست A بود و داخل ست B نبود، و B منفی یعنی عناصری که در داخل ست B بود و در داخل ست A وجود نداشت. این بود موضوعاتی که ما در جلسه گذشته راجع به زونا چیکار کردیم؟ راجع به زونا بحث کردیم. اما بحث کلی ما در ارتباط به چیه؟ یا بحث ای جلسه ما در ارتباط به ست کلی و مکمله یک سته. شاگردان عزیز، ما در درس گذشته یا در دروس گذشته در ارتباط به ست کلی اومدیم موضوعات بحث کردیم، بیان کردیم، اما تحت مختص تحت نام ست کلی عنوان نداشتیم. خب در ای جلسه در ارتباط به ست کلی میایم بحث میکنیم که ست کلی چیه؟ و همچنان مکمله یک ست چیه؟ ست کلی ست گفته میشه که تمام عناصری که ما در نظر داریم یا تمام عناصر مورد نیاز ما در داخل از او چیکار باشه؟ گنجانیده شده باشه، درج شده باشه. دقیقا ستی که تمام عناصری که ما نیاز داریم در داخل از او باشه به نام ست کلی یاد میشه. مکمله یک ست چه ستیه؟ مکمله یک ست عبارت از ستیه که عناصر با در ست کلی باشه در داخل ست فرعی موجود نباشه. این میگم مکمله. در ارتباط به ست کلی میگفتیم که ست کلی ستی که از اون میتونیم ستای فرعی هم چیکار کنیم؟ جور کنیم. و معمولا ست کلی به حرف یو نشان میدم. به حرف چی نشان میدم؟ به حرف یو. پس ست کلی، ست چی؟ ست کلی. ست کلی میگیم که به حرف چی نشان میدیم؟ به حرف یو، یو انگلیسی. مثلا ما به طور مثال یک ست داریم به این اساس داریم، یک ست داریم چی؟ یو نام ازی. عناصری هم فرض کنیم اعداد از یک تا ده داریم، از یک تا چند تا ده. عناصر یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو و بالاخره چند؟ ده. این ست به عنوان چیه؟ به عنوان ست کلی. چرا ما گفتیم ست اعداده که از یک تا ده باشه؟ از یک تا چند باشه؟ تا ده باشه. پس این ما به عنوان چی میشناسم؟ به عنوان ست کلی میشناسم. حال میام از یک ست فرعی جور میکنم. ست فرعی فرض کنیم من نام ست فرعی خود چی میگذارم؟ میگذارم فرض کنیم ای میگذارم. خب وقتی نام از این میگذارم میام از داخل از این چند تا چی مینویسم؟ چند تا ست فرعی مینویسم. چند تا چی مینویسم؟ ست فرعی مینویسم. و طور مثال دور مینویسم، چهار مینویسم، شیش تا، هشت و بالاخره چند؟ ده. این میشه چی؟ میشه ست فرعی. پس این میشه ست کلی. این چی شد؟ این هم شد ست فرعی. حال میام چیکار میکنم؟ مکمله ست ارمان سنجش کنم.
مکمله سه تا چی سنجش کنم؟ مکمله سه تا ار سنجش کنم. اگر خواسته باشم خود مکمله سه تا ار به دست بیارم، مکمله سه تا چی؟ مکمله سه تا ار. مکمله به زی معنا شما عناصر رو انتخاب کنید که در داخل سیت کلی داریم، در داخل سیت فرعی نداریم. یا ساده تر اگه بگیم عناصر سیت ار ننویسیم، چی رو بنویسیم؟ عناصر سیت یو، اونایی که در داخل یو، یعنی اینا رو ننویسیم، بقیه از اینا رو بنویسیم یا غیر از اینا رو بنویسیم. مکمل رو معمولا به چی می نویسم؟ می نویسم به ازبر میگم، یا ابر به اصطلاح، ازبر یا به این شکل می نویسم. خب میگیم مثل میشه به مکمله، او عناصر رو میگیرم که در داخل سیت کلیم هستم و در داخل سیت فرعیم موجود نیه. چی در داخل سیت کلی دارم که در داخل سیت فرعی ندارم؟ یک در داخل سیت کلی دارم نوشته میکنم. دیگه چی دارم؟ سه در داخل سیت کلی دارم نوشته میکنم، چون در داخل سیت فرعی نوشته نیه. پنج در داخل سیت کلی دارم می نویسم و همچنان هفت در می نویسم و چیر می نویسم؟ نور می نویسم. دیده می شم مکمله یعنی تکمیل کننده سیت ا. اگر سیت ا با سیت از مکمله یک جاشه، دقیقا سیت چیر می سازه؟ سیت کلی می سازه. پس این شد بحث سیت کلی و سیت مکمله یک سیت. بحث بعدی که داریم بحث سیت های متنعی داریم و سیت های نامتنعی داریم. خب سیت های متنعی به نام سیت های معین هم میگم، سیت های نامتنعی به نام سیت های نامعین هم میگم. حالا چی زمان یک سیت متنعیه؟ بحثی داریم منام چی سیت متنعی. متنعی به چی رقم سیت گفته میشه؟ به سیت های متنعی به سیت های گفته میشه که ما عناصر رو بتنیم شماره کنیم. یعنی اگر عناصر یک سیت قابل شمارش باشه، دقیقا سیت متنعیه. مثل وقت با ما میگم سیت پنج بنای اسلام، پنج بنای اسلام میتونیم شماره کنیم؟ بله. یا پنج تای کلمه، نماز، روزه، زکات، حج، اینا رو چیکار کردیم؟ بیامادیم شماره کردیم. وقتی شماره کردیم دقیقا میتونیم این میگن اونم به عنوان چی بگیم؟ به عنوان سیت چی؟ سیت متنعی بگیم یا معین. حتی سیت شاگردان صنف شما، سیت شاگردان صنف شما فرض کنید در داخل صنف شما باشه، چند شاگرد باشه؟ 30 تا شاگرد باشه، دقیقا سیت شاگردان میشه چی؟ میشه متنعی. فرض کنیم ما سیت شاگردان صنف هفتم سه سنجش کنم، هفتم سه میگم 25 تا شاگرد داره، دقیقا میشه چی؟ سیت متنعی. چی میشه؟ متنعی میشه. و سیت متنعی به مقابل از سیت چی دونه؟ سیت نامتنعی. سیت نامتنعی به چی رقم سیت گفته میشه؟ سیتای نامتنعی دقیقا از نام نامشخص به اصطلاح نامعین میگم. سیتهایی که عناصر قابل شمارش نباشه، عناصر قابل شمارش نباشه. به طور مثال وقتی من خواسته باشم مضربه عدد چی به دست بیارم؟ مضربه عدد هفت به دست بیارم. مضربه عدد هفت که به دست بیارم، مضربه های عدد چند؟ عدد هفت. ولی مضربه یعنی همین ضربه زبونی بیایم ما با شما بخونیم. یک هفته به هفته، دو هفته چهارده تا، سه هفته بیست و یک، چهار هفته بیست و هشت تا، خود تا چند؟ ما تا بی نهایت عدد داریم. پس دقیقا مضربه را میتونیم سنجش کنیم که آخرین عدد ما چند میشه. دقیقا میگیم مضربه های یک عدد به عنوان چیه؟ به عنوان سیت های چی شناخته میشه؟ به عنوان سیت های نامتنعی شناخته میشه. پس سیتای متنعی و سیتای نامتنعی رو شناختیم. سیتای متنعی چه سیتایی بودن؟ سیتایی هن که عناصر نامیتنیم شماره کنه یا قابل شمارشن. اما سیتای نامتنعی با به سیتایی گفته میشه که عناصر قابل شمارش نیه، ما نتنیم عناصر رو چکا کنیم؟ شماره کنیم. این شد بحث سیتای متنعی و سیتای نامتنعی و همچنان بحث چی؟ بحث سیت کلی و مکمله یک سیت. شاگردان عزیز به همین بحث سیت های متنعی و نامتنعی موضوعات فصل اول مشکار شد، تمام شد. و چیزی که ما توقع دارم از شما اینه که کتاب خبر داریم مرور کنیم موضوعات فصل اول، دقیقا از ابتدا یک تکرار بکنیم و حتی تمرین هایی که داره در قسمت تمرین ها رو کوشش کنیم اونها رو کار کنیم تا بتونیم همین فصل اول دقیق تر و بیتر به ذهن خود ثبت کنیم. این موضوعات چی بود؟ موضوعاتی که در فصل اول آماده مورد بحث قرار داده.
در فصل دوم اولین مبحثی که ما داریم بحث اعداد طبیعیه یا natural numbers، به اصطلاح انگلیسی natural numbers و به اصطلاح فارسی چی میشه؟ اعداد طبیعی. ولی اعداد طبیعی چیه؟ اعداد طبیعی چگونه به وجود اومد؟ دقیقا در این جلسه ما در ارتباط به این اعداد طبیعی چی کار میکنیم؟ میاییم مورد بحث قرار میدیم و مطالعه میکنیم. اعداد طبیعی اعدادی هستند که برای شمارش مقدارهای صحیح به کار میرن. برای شمارش مقدارهای چی به کار میرن؟ مقدارهای صحیح به کار میرن. و اعداد طبیعی به حرف IN یا N نشان داده میشه. پس دقیقا بحثی که ما در فصل دوم داریم در ارتباط به چیه؟ در ارتباط به اعداد طبیعیه. اعداد طبیعی گفتیم اعدادی که برای شمارش مقدارها صحیح به کار میره به حرف چی نشان داده میشه؟ به حرف IN. یا بعض جا اگه این هم دیدیم این هم نمایندگی از چی میکنه؟ از اعداد طبیعی میکنه. خب این اعداد طبیعی چیه؟ ما میگیم که اعداد طبیعی برای شمارش مقدارهای صحیح به کار میره از یک هم شروع میشه. از چند شروع میشه؟ از یک. پس به این شکل می نویسیم IN مثل میشه، یا اعداد چی؟ اعداد طبیعی. اعداد طبیعی از چند شروع میشه؟ از یک شروع میشه. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، تا چند؟ تا بی نهایت عدد طبیعی داریم. تا بی نهایت چی داریم؟ عدد طبیعی داریم. یعنی تنها با 100 و 1500 اینا نمیتونیم ما بیایم چیکار کنیم؟ بسنده کنیم. ما بی نهایت عدد چی داریم؟ طبیعی. پس به نمایندگی هم ایت نقطه نقطه گذاشتم، یعنی عدد دیگه هم چیکاره؟ وجود داره. خب شاگردان عزیز، در ابتدای زندگی انسان ها را اگه ما بیایم سنجش کنیم، پیش از اینکه عدد طبیعی به وجود بیایه، مردم در زندگی خیلی به مشکلات مشکل یا به سخت روبرو بودن. و به طور مثال اگر ما بیایم یک چوپان در نظر بگیریم، اگر این چوپان رمه گوسفند میداشت که میخواست شماره کنه که چند تا گوسفند داره و او مثلا بیایه در شب وقت با خونه میاره حساب کنه، تا به صبح یا صبح وقت میبرد به چراگاه کل بشرانه، نگاه میکرد که چند تا گوسفند داشت، چکار میکرد؟ در مقابل هر گوسفندی که داشت میامد یک سنگ یا سنگریزی چکار میشد؟ مقابل از او میخواست. چرا؟ چون عددی وجود نداره که شمار نداشت که شماره کنه که من مثلا 10 تا گوسفند دارم، 100 تا گوسفند دارم، 1000 تا گوسفند دارم. پس این خیلی زندگی از اون مشکل میخورد، خیلی اون مشکل میخورد. این بود که چیکار شد؟ بحثی به نام چی وجود اومد؟ بحثی به نام اعداد طبیعی وجود اومد. مثلا یک به وجود اومد، دو به وجود اومد. گفت شما نیاز اینه که حالا چیکار کنیم؟ بیاین در مقابل هر گوسفند یا حیوانی که داریم چی بگذاریم؟ یک سنگ یا سنگریزه بگذاریم. از این بعد شماره کنیم، مثلا اگر 10 تا داریم حساب کنیم 1 2 3 تا به چند؟ تا به 10. اگر 100 تا 1 2 3 4 5 تا به چند؟ تا به 100. به همین ترتیب بود که اعداد چی به وجود اومد؟ اعداد طبیعی به وجود اومد. پس اعداد طبیعی به نام چی میگیم؟ به نام اعداد natural numbers، یا به اصطلاح اعدادی که در طبیعت بر اساس چی؟ بر اساس ضرورتی که بود به وجود اومد. خب این بود فلسفه چی؟ فلسفه پیدایش اعداد طبیعی. بحثی داریم به نام اعداد مکمل. به ذهن شما شاید بیایه که وقتی ما میگیم اعداد طبیعی از یک شروع میشه، پس صفر به عنوان کدام اعداد یاد میشه؟ یا به جمله کدام اعداد یاد میشه؟ دقیقا اینجاییه که چی بحث میایه؟ بحث نام اعداد کامل یا اعداد مکمل، یا به اصطلاح انگلیسی میگم هول نمبرز. خب اعداد کامل چه اعدادیه؟ اعداد کامل اعدادیه که دقیقاً عین اعداد چیه؟ اعداد طبیعیه. مدا یک تفاوت داره که از صفر شروع میشه. چند شروع میشه؟ از صفر. پس اعداد چی می نویسم؟ اعداد مکمل می نویسم. اعداد مکمل. اعداد مکمل اعدادیه که برای شمارش مقدارهای صحیح به کار میره. مدا تفاوت از این با اعداد طبیعی چیه؟ از صفر شروع میشه. اعداد مکمل یا کامل به حرف W نشان میدن. فرض کنیم ما بنویسیم اعداد کامل، میگم صفر به عنوان عدد چیه؟ کامله. چرا؟ چون از صفر شروع میشه. بقی مونده کلن اعداد چیر مینویسیم؟ اعداد طبیعی مینویسیم. 1 2 3 4 5 و الی آخرین عددی که باز اینجاگا ما نوشته نمی کنیم و نمی فهمیم. چرا؟ چون آخرین عدد مشخص نیه. این به عنوان چی میگیم؟ به عنوان اعداد
مکمل. این بود فلسفه از پیدایش اعداد طبیعی و اعداد چی؟ اعداد مکمل. بحثی داریم به نام محور اعداد. به نام چی داریم؟ به نام محور اعداد داریم. ولی محور اعداد، خود محور به معنای چی؟ به معنای خط. محور به معنای چی؟ به معنای خط. پس اینجا می نویسیم محور اعداد. محور چی؟ محور اعداد. یا به اصطلاح line numbers. به اصطلاح انگلیسی چی میگم؟ line numbers. این محور اعداد خطیه که برای نمایش اعداد به کار میره. محور اعداد خطیه که برای نمایش چی به کار میره؟ برای نمایش اعداد. یعنی تمام اعدادی که ما میشناسیم و اونا رو مطالعه میکنیم و میخونیم، میتونیم در داخل این محور اعداد چکار کنیم؟ بنویسیم و اونا رو چکار کنیم؟ تقسیم بندی کنیم و نشان دیم. محور اعداد اگه ما بیایم سنجش کنیم، میگه که خود محور اعداد به واحدهای مساوی درجه بندی میشه. به واحدهای چی درجه بندی میشه؟ به واحدهای مساوی. اگر ما بیایم یک خط به ترتیب رسم کنیم، فرض کنیم من محور دارم به این شکل، خب شاگردان عزیز، طوری که میبینیم این محور یا خطی که من رسم کردم دقیقاً به نام محور اعداد یاد میشه. همین محور اعداد به واحدهای مساوی میه چیکار میشه؟ درجه بندی میشه که صفر به عنوان چی تعیین شده؟ به عنوان مبدا. صفر به عنوان چی؟ به عنوان مبدا. یعنی مبدا محور اعداد دقیقاً چیه؟ صفره. خب اگر ما بیایم محور نگاه کنیم، این سمت محور نگاه کنیم، به این سمت میگم چی؟ سمت راست محور یا دست چی؟ راست. و اگر این سمت بیایم نگاه کنیم، دقیقاً میگم چی؟ سمت چپ محور. سمت چی؟ سمت چپ محور. یعنی دقیقاً راست محور اعداد و همچنان چی؟ این طرف هم سمت چپ محور اعداد. وقتی ما میگیم محور اعداد به واحدهای مساوی درجه بندی شده، عالی، درجه بندی ها چی رقم تعیین میشه؟ خب شاگردان عزیز، شما در صنف های پایین مثل صنف 6، صنف 5 شما با کلمات مثبت و منفی آشنایی نداریم، ولی در جلسه یا در صنف 7 دیگه خوبه که کمک موضوعات چیکار کنیم؟ کمک موضوعات در ارتباط با اعداد مثبت و منفی هم بیایم بگیم. چرا؟ چون صنف 7 دقیقاً موضوعات از صنف 6 تا 5 چیکار میشه؟ جدا میشه. بعضی موضوعات جدیدی داره که باز انشاءالله در این صنف شما مطالعه میکنه. این وقتی میگیم به واحدهای مساوی درجه بندی میشه، دقیقاً فرض کنیم به واحدهای مساوی، این قسمت میگم 1، این قسمت میگم 2، این قسمت میگم 3، این قسمت میگم 4، دقیقاً واحد واحد تقسیم میشه 5 و این آخر نقطه نقطه عدد میگذارم. چون رو میور عدد ما میتونیم بین عدد بگذاریم، میور تنیه که تا به 10 خط میشه. دقیقا وقت طرف چپ میور رو هم نگاه میکنیم، به واحدهای مساوی تقسیم میشه. این طرف هم میشه 1، این طرف میشه 2، میشه 3، میشه 4 و ایرم چی میگذارم؟ نقطه نقطه میگذارم. اما تفاوت دست راست این طرف دست راست و دست چپ یا طرف راست و طرف چپ میور چیه؟ او طرف هم همو عدد نمیشه؟ میشه؟ نه. وقتی ما طرف راست میور رو نگاه میکنیم، به او با عددهای مثبت چیکار میشیم؟ روبرو میشیم. یعنی طرف راست عددها مثبت میشه. عددها چی میشه؟ مثبت میشه. مثل که ما در هوای گرم و سرد چی میگیم؟ میگیم هوا گرمه و در هوا سرد چی میگیم؟ هوا سرده. گرمی نمایندگی از عدد چی بکنه؟ از عدد مثبت که من طرف راست میور میدم. باز سردی نمایندگی از چی بکنه؟ نمایندگی از عدد چی بکنه؟ نمایندگی از عدد منفی بکنه که من دست چپ میور میدم. یک فرضی که ما پیش ما و شما باشه. خب ایر چی مینویسم؟ مثبت 2. ایر چی مینویسم؟ مثبت 3. ایر میگم مثبت 4. ایر میگم مثبت 5 و الی آخر. پس ما شناختیم تمام اعدادی که به سمت راست میواره به نام چی میگم؟ به نام اعداد مثبت. و تمام اعدادی که به سمت چپ میواره به نام چی یاد میشه؟ اعداد منفی. این میگم منفی، این میگم منفی، منفی منفی. اگر شما بیایید دقت کنیم در خود صفر که اینجا نوشته کردم، به صفر من علامه ندادم. پس اینو میگن در بین اعداد
تنها عدد که علامه نداره چیه؟ همی علامه چی؟ علامه صفره. همی عدد صفره. صفر خود علامه نداره. نوشته نمیشه. خب عددی که دست راست صفر قرار داره گفتیم عدد مثبته. هر چی ما به طرف راست پیش بریم عدد ما هی بزرگ میشه. چی میشه؟ بزرگ میشه. به طور مثال اگه من بیام دور با سه نگاه کنم، سه بزرگتر از دوه. اگر چهار با دو سنجش کنم، چهار بزرگتر از دوه. چرا؟ چون مثبته. مثلا ما یا درجه حرارت یا به اصطلاح پول در نظر بگیریم، ما 2 روپیه داشته باشیم خوبه یا 4 روپیه داشته باشیم؟ پس 4 روپیه داشته باشیم بیتر از 2 روپیه. میبینیم هی بزرگ شده، میریم بزرگ شده. ولی با برعکس از این، اگر دست چپ نگاه کنیم، عددا هر چی که پیش بریم عددا خرد میشه. فرض کنیم منفی 1، منفی 2، منفی 3، منفی 4. ولی منفی 2 نگاه کنیم، هر چی به صفر نزدیک شیم ما بهتره. چی رقم بیتره؟ شما فرض کنیم قرض داشته باشیم. شما فرض کنیم چی داشته باشیم؟ قرض داشته باشیم. از دید شما منفی 1 روپیه قرضدار باشیم بیتره یا 4 روپیه قرضدار باشیم؟ دقیقا 1 روپیه ما که قرضدار باشیم سربلندتریم. از اون خاطر میگیم به منفی ها هر چه عدد بزرگ چه خورده. یعنی دقیقا منفی 5 از منفی 100 چیه؟ خیلی بزرگتره. چرا خیلی بزرگتره؟ به خاطر که ما 5 روپیه قرضدار باشیم خیلی سربلندتریم از اینکه 100 روپیه قرضدار باشیم. خب این بود بحث چی؟ بحث اعداد چی؟ اعداد محور، اعدادی که ما بیاماده بحث کردیم. خب و نکته این چیگاهیه که اعداد مثبت هر زمانی که با علامه نوشته نکنیم مشکل نداره. یعنی در اعداد مثبت وقتی شما نوشته میکنیم، فرض کنیم 10 نوشته میکنیم، ایده فهمیده میشه که حتما علامه و چی؟ علامه مثبته. ولی در اعداد منفی باید ما چکار کنیم؟ همیشه علامه رو ذکر کنیم. در اعداد منفی چکار کنیم؟ فرض کنید شما 20 رو می نویسیم، 20 می نویسیم، باید حتما بنویسیم منفی 20. چرا؟ یک مشخص شه که این عدد ما به سمت چپ چی قرار داره؟ به سمت چپ محور اعداد قرار داره. خب حال اینه که ما اعداد طبیعی را میتونیم روی محور اعداد نشون دهیم. اگر بیایم یک محور به می ترتیب رسم کنیم، محور چکار کنیم؟ رسم کنیم و اعداد طبیعی بالایان نمایش دهیم. محور رسم میکنم و بعدا اعداد طبیعی بالایان چکار میکنم؟ نشان میدم. خب فرض کنیم این محوری که من رسم کردم، حالا محوری که رسم کردم چکار میکنم؟ میام اعداد چی نشان میدم؟ رو از اعداد طبیعی نشان میدم. مدابیات شما شاد طبیعی از چند شروع میشه؟ از یک. از اون خاطر دیگه صفر نمی نویسیم، همین قسمت رو میگیم یک، این قسمت رو میگیم چی؟ دو. با واحدای چی؟ مساوی درجه بندی میکنیم. میشه 3، میشه 4، میشه 5، میشه 6، ای 7 دیگه. آخر دیگه نقطه نقطه میگذارم تا دیگه هم عدد داریم که رو میور چکا کنیم نمایش دهیم. خب موضوعاتی که در جلسه چهارم آمادیم بحث کردیم در ارتباط به ست کلی بود، مکمله یک ست بود و همچنان ستای متنعی و نامتنعی بود و در اخیر آمادیم از فصل دوم کتاب بحث عدد طبیعی بحث کردیم و موضوعات در ارتباط به عدد طبیعی گفتیم و همچنان پیدایش عدد طبیعی گفتیم و در ارتباط به محور عدد آمادیم چیکار کردیم؟ بحث کردیم. این بود موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت و به سمع شما رسانده شد. تا جلسه بعدی شما رو به خداوند نازنین می سپارم. الله یار و مددگار شما باشه.